پس میکنم با آقای رحمت الله حسن و گاه رابط بین الملل که از طریق خط سکای سویدن با ما وصل هستند حسن صاحب شما را به بس خوش آمدید میگم در ادامه رد کردن نگرانی های غیر معجه پاکستان به زمه حکومت سرپرست افغانستان حالا مولانا فضل رحمان از شیره های پرنفوز سیاسی در پاکستان نیز این موضوع را تاکید میکنه با این حال فکر میکنین هنوز هم مجال به خاطر اظهار کردن این نگرانی ها در ادامه کار وجود داشته باشه سلام به با شما و هموطنای عزیزم ببینین دولت پاکستان سیستم پاکستان یک کشور تروریست پرور 50 سال بر ما تروریست تربیه کرده قاتل معلم کش آدم کش پلچک پران یا میتودی کارشان امی است با صحبت های از این آدم فریب نخوره امارات اسلامی یک دام دیگری را از طریق دیگری را بر امارات اسلامی پخش میکنند بنان ما همراه پاکستان همیش مطلقا در صحبت های از او در حرکت های از او مطلق شک داشته باشیم هر سیاستمدار پاکستان که در مورد افغانستان صحبت میکنه غرض آلود است منافقت است هیچ وقت آنها در مورد افغانستان نقطه نظر درست ندارند اگر توانمندی و قدرتمندی پاکستانی ها امروز امکاناتشان مثل دوره های قبلی باشد در یک هفته امارات اسلامی را یا ساقط می کنند بنان امارات اسلامی در داخل افغانستان اشراف کامل دارد قوات های داخلی را اداره کرده کشور با امن ساخته بنان نقش و اساسی است حسن که آن. وقت در رابطه به نگرانی که حکومت افغانستان او را پوشالی می یک پاکستانی و یک چهره پرنفوز سیاسی خودش می خاخر را می و میگه که این نگرانی ها زیاد معجن نیست چقدر مجال دیگر بر از این باقی می که توسط کانال های رسمی نگرانی های امنیتی پاکستان بازم در مقابل حکومت سرپرست مطرح شود ببینید، آدم های ملکی اعضاب ملکی در پاکستان نقششان بسیار ضعیف است پاکستان توسط استخبارات و نظامی های پاکستان اداره میشه. شد که برشان در سطح منطقه و جهان داده میشه، او را تطبیق بکنند بالاخره ای مولانا خودش به خاطر تربیه تروریستا در افغانستان سالهای سال تلاش بسیار زیاد کرده حالا تهدیدی طالب‌ها را برای خود و فامیل خود به همکاران خود جدی گرفته و ناله و فقاق رفته در غیر صورت چند ماه پیش اگر شما میدین این صحبت را نمیکرد تحت تاثیر اما حوادیسی را که فعلا در پاکستان در حال انکشاف است ضربات بسیار کوبنده را طالب های پاکستانی برای نیروهای پاکستان و طرفداران دولت پاکستان میزنه تماما سیاست پاکستان پاکستان را درک کردن که آتشی را که ما سالها در افغانستان در داده بودیم ای آتش در داخل خانه خودشان آمده بنان بله. ای آتش خودشان هم در میتن بله تعداد از اعترافات هم صورت میگیره مثلا مولانا فضل رحمان میگه که پرویز مشرف رئیس جمهور از بقیه پاکستان به خاطر از که مردم افغانستان را قتل بکنه یا قبایل را به نحو ضعیف بسازه پایگاه های هوایی خودش را در اختیار امریکا قرار داد چه کسی قرار است که بالاخره پاکستان را به خاطر این جنایات که انجام داده پاسوگو بسازه ببینید قبلا هم میدانهای اوایی دستگاه های استخبارات و نظامی برای آمریکایی ها همکاری می کردن برای فعلا هم همکاری بسیار به شکل اساسی و جدی جریان دارد تیاره های آمریکایی امریکایی از میدانهای اوایی پاکستان پرواز می کند. در داخل افغانستان هنوز پروازهایشان مطلقا توقف نشده اما وقتا پرواز میکنند بلان پاکستان به خاطر تخریب افغانستان به خاطر از بین بردن نظم و انضباطی که در افغانستان همیش بوده یا برای تخریب کاری ها روی آوردن به افغانستان مرفع آرام نمیخوان بنان افغانستان میخوان که تصمیم باشه پاکستانی ها تصمیم قطعی دارند تا خطی آمور از سرحد خود بسازند این دوستای ما که خط دیورند میگن با رسمیت بشناسین پاکستان توقف میکنه پاکستان هیچ وقت توقف نداره اشتیای پاکستان اشتیای بسیار بزرگ است تا خط آمور میخواه پاکستان افغانستان اشغال کنه بران مردم افغانستان متحدانه در برابر از دشمن نابکان اقدام عملی انجام بدن در حدود دو سال است که پاکستان همواره نگرانی خود را در قسمت حضور گروه های تروریستی مخالف دولت پاکستان که به گفته اونا در افغانستان حضور دارن مطرح کرده و کماکان تا این جای کار مطرح کردن این نگرانی ها ادامه داره با در نظر داشت ازی که همواره توسط مقامات حاکم در افغانستان این موضوعات رد شده و گفته های بعض از مقامات پاکستانی هم وجود داره که موضوعات را رد میکنه که یک نمونهش میتونه مولانا فضل رحمان باشه در نهایت خواسته پاکستان از تکرار این موضوعات چی میتونه باشه یا با رسیدن به چه مورد بالاخره این نگرانی ها نقطه پایان پیدا خود کرد پاکستان در طی تیز سه سال با قدرت رسیدن امارات اسلامی تماما گروپ های تروریستی عملیات تروریستی را که خودش در سطح منطقه و جهان میکرد و نقشی از او را کار از او را سر عبارات اسلامی برای افغانستان انداخت افغانستان مرکز تروریسم مرکز تشنش در دنیا معرفی کرد یعنی افغانستان کشوری نیست که کت از این معامله شا بلاخره کشورهای همسایه و کشورهای منطقه را همیش به می قناعت داد که افغانستان کشوری نیست که با این سازش و همکاری صورت بگیره و خوشبختانه کشورهای همسایه آل فاهمیدن. افغانستان یک مرکزی تولید تروریسم نیست تولید تروریسم خواهش پاکستان است و نظامی های پاکستان است از یا بزنس شان سر از تروریسم است تجارت شان سر تروریسم است حالا یگانه کشوری که امروز امارات اسلامی را و طالب ها را از از گروپ های تروریستی نامایشان خارج کرد دولت قزاقستان است قزاقستان یک همکاری بسیار جدی را برای مردم افغانستان شروع کرده و امارات اسلامی در آینده های نزدیک شورای همسایه دیگر هم همکاری را شروع میکنه یعنی نظریات مخرب پاکستان دیگر آسیای بر میانه خریدار نداره بله با تغییر سیاسی در پاکستان و با انتخابات که در این کشور برگزار شد باورها بر این بود که حداقل روابط دو کشور اندک میتونه بهتر شود اما دیده میشه که روز به روز این روابط تیره شده میره و اظهارات ضد نقیص هم در قسمت نگرانی های پاکستان از آدرس افغانستان همواره مطرح هم میشه تا کجای کار میتونه که این روابط تیره شود و نتیجهش بر پاکستان چه خواهد بود ببینین امران خان صدر پاکستان بود یک رابطه اسنه را میخواست برای افغانستان ایجاد کنه یعنی از نگاه جیوپولیتیک سیاسی نظامی با جیوپولیتیک اقتصادی میخواست عبور بکنه و دیدیم با چنان مهارت استخبارات و نظامی های پاکستان امران خان به زندان انداخت اونمو موره های سوخته قاتل مردم افغانستان فامل شریف فامل افغانستان دو بار اردوش تبا کرده امور به سر قدرت رسانده او فامل و فامل زلفقار یک دشمنی تاریخی با مردم افغانستان داره ما سالها میگیم امارات اسلامی میره. اگر شما میخواهیم که آرامی در افغانستان باشه جنگ باید انتقال بکنه در داخل پاکستان پاکستانی های مزه جنگ که سر افغانستان کرده خودشان بچشه و خاک ما را از پاکستان باید آزاد بکنیم تا افغانستان در 100 سال دیگه هم نتانه پاکستان نتانه دیگه مداخلات در افغانستان بکنه امروز شرایط بسیار مناسب در دست امارات اسلامی و های اسلامی قرار داره از یا اگر بهره برداری درست بکنن افغانستان آرام و آسوده خواهد در غیر صورت امارات اسلامی را این پاکستانی ها اگر یا سازش های با پاکستانیا ها بکنن مثل مجاهدین لکه ننگ بدنام می سازد بدنام تاریخ رویسی ها می بران امارات اسلامی زمامداران امارات اسلامی کت پاکستان هیچ نه کاری صورت نگیره باید با صفت یک دشمن که تازه برخورد بگیره چه میگین یعنی یک جنگ تازه میتونه به عنوان راه حل تلقی شود ببینید پاکستان که شما مدارا نمیکنه قبلا گفتیم که پاکستان می افغانستان صوبه پنجم خود بسازه حتی گلبدین سالها به این فکر به این اندیشه بود که پاکستان صوبه پنجم پاکستان بسازه افغانستان بسازه امارات اسلامی اگر سیاست مستقل اسلامی دارد در برابر پاکستان باید اقدام عملی شورت بگیرد در غیر صورت پاکستانی ها امروز پول های بسیار وافری از جهان گرفته که تا افغانستان باز یک بار مرکز تشنوت مرکز جنگ بسازه بنابراین تا وقتی که وا جنگ پی خانه ما بیارم ما باید جنگ خانه از وا بریم که سرزمین خودم آزاد بکنیم و پاکستان در شرایط بسیار ناگوار قرار داره باید از این استفاده بکنیم سپاسگزار سماقای حسن از این که در بحث با ما بودیم